سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها. بازار وضعیت یک خواهر نظامی توسط طالبان. مشاور امنیتی ملی پاکستان: طالبان به اندازه غنی با ما مخالف نیستند. نشست تاریکا در باره افغانستان امروز با حضور ایالات متحده آمریکا و روسیه در اسلام آباد برگزار شد. با نام خدا و با تقدیم سلام با مجمع خبری چنل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. جمعیت اسلامی افغانستان در سالنگ در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: خطاب به بزرگان شمالی، به خصوص پروان، کاپیسا و بالخصوص چهار نفر سالنگی که متاح دنیای سالنگ را فروختند. مگر زمان شما بزرگان شمالی نبودید؟ امروز اگر بر خواهر و مادر در کاپیسای من تجاوز شد، فردا بر خواهر و مادر پروانی و سالنگی در کل شمالی تجاوز می شود. درست است که شما وطن فروشان بصیر، ظاهر، ایوب، میررحمان، میرداد و اقبال صوفی دختران و زنان خود را در دبی و ترکیه در ناز و کرشمه نگهداری می کنید، ولی مادر، دختر و ناموس اصلیتان که وطنتان از فروختید و خود را به ناز و نعمت رساندید، این را بدانید که تاریخ شما را فراموش نخواهد کرد. بعد از این اگر تاریخ فراموش کند، جوانان شمالی فراموش نمی کند، چون فروختن ناموس شما بعد از این خطبه امام مسجد حکایت در همه خانه های شمالی خواهد بود که عمر را فراموش نخواهد کرد. این را بدانید که اسم قهارالله برای شماست. انشاءالله که در پیش چشمتان بی عزتی فامیلتان را مشاهده خواهید بودین، اگر چی این چیزهای برای شما عادی است. در همین حال مسعودیان نیز در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: برادرش نظامی پیشین بود و خودش مورد لطکوب و خواست نامشروع نیروهای طالبان قرار گرفته است. با این حال مسعود شناسی نیز در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: روایت مردم، آرزو نام دارد، از ولایت کاپیسا از کوهستان است. خواهر یک نظامی پیشین، طالب ها اول به خانهشان داخل شده تلاشی کردند، برادرش را جستجو داشتند، با سلا اما دیدن او نیست، این دختر را با خود بردند. در داخل اوزه مدیر جنایی حوزه 11 از وی تقاضای نامشروع کرده، وقتی قبول نکرده این گونه شلاق زدند. همچنان این در حالی است که نشست تاریکا در باره افغانستان امروز با حضور ایالات متحده آمریکا و روسیه در اسلام آباد برگزار شد. 8 صبح کابل. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است که نشست تاریکا با خود نمایندگان ویژه کشورهای منطقه و جهان برای افغانستان امروز پنجشنبه 20 عقرب در پایتخت این کشور برگزار می شود. طبق اعلامیه وزارت امور خارجه پاکستان، در این نشست نمایندگان ویژه چین، ایالات متحده آمریکا، روسیه و پاکستان برای افغانستان اشتراک خواهند کرد. در نشست تاریکا با حضور کشورهای قدرتمند منطقه و جهان قرار است وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان مورد بحث قرار گیرد. این وزارت گفته است که برگزاری نشست تاریکا در اسلام آباد در مورد افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است و برای دستیابی به صلح و ثبات در این کشور کمک می کند. در همین حال هیئتی از حکومت سرپرست طالبان به ریاست امیرخان متقی وزیر امور خارجه آنان عصر روز چهارشنبه 19 عقرب برای اشتراک در این نشست عازم اسلام آباد شد. هدف از این سفر تقویت روابط اقتصادی و ترانزیت اموال تجاری و نیز تسهیل روند رفت آمد شهروندان دو طرف اعلام شده بود، اما احتمال دارد که این هیئت طالبان در حاشیه این نشست با مقام های شماری از کشورها دیدار و گفتگو کند. همچنان این در حالی است که مشاور امنیتی ملی پاکستان: طالبان به اندازه غنی با ما مخالفت نیستند. 8 صبح کابل. مشاور امنیتی ملی پاکستان در صحبت با یک رسانه پاکستانی گفته است که حکومت سرپرست طالبان در افغانستان به اندازه حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین با پاکستان مخالف نیست. موید یوسف بر روزنامه دانه این کشور روز پنجشنبه 20 عقرب گفته است
که پاکستان کنترل چندانی بر طالبان افغانستان ندارد و این کشور مستقل است و حکومت آن روش خاص خودش را در اداره امور دارد. مشاور امنیت ملی پاکستان همچنان به جامعه جهانی در مورد بحران بشردوستانه در افغانستان هشدار داده و افزوده است که این تنها به تازگی آسیب نمی رساند، بلکه تبعات این فاجعه دامنگیر مردم عادی است که غرب و ایالات متحده آمریکا می کشند آنان را نجات دهند. او گفته است جهان باید فراتر از لفاظی های جامعه بین المللی که افغانستان را به رسمیت می شناسد به افغان ها کمک کند. از توی هم موید یوسف تاکید کرده است که هر بحرانی در افغانستان نخستین و مهمترین تأثیر را بر پاکستان خواهد گذاشت. او همچنان گفته است که تحریک طالبان پاکستان مورد حمایت هند و دولت پیشین افغانستان بود که اکنون این گروه حامیان خود را از دست دادند. این اظهارات در حالی از توی مشاور امنیتی ملی پاکستان مطرح شده است که نشست تاریکا با اشتراک قدرت های منطقه‌ای در مورد وضعیت افغانستان در اسلام آباد در حال برگزاری است. همچنان این در حالی است که طالبان دکانهای مارکت شهرداری پروان را مهر لاک کردند. اقدام شهرداری چاریکار مبنی بر بسته کردن برخی از دکانها در مرکز پروان منجر به اعتراضات دکانداران در آن ولایت شدند. همچنان این در حالی است که بهای بلند تکت پروازها مردم توان خریداری را ندارند. مسئول در اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگویند که هرچند تمام امکانات برای پروازهای خارجی در کشور فراهم است، اما به علت مسائل سیاسی این پروازها تا هنوز به شکل عادی برنگشته است. همچنان این در حالی است که اسپوتنیک چنین نگاشته است: زالشار حسب قوای مرکز به خراسانی روزش رسید، 17 شب و روز ستم کشت می کنم. یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان به گفته های حمید خراسانی واکنش نشان داده و می گوید که با مقاومت خود ادامه می دهند. 17 شب و روز ستم کشت نکنم، نمی مانم. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. منتظر نظریات شما خواهیم بود.